تانک، جنگ افزاری نیرومند، کارآمد، برتری ساز و پیروزی آفرین. اهمیت این اسلحه قدرتمند در جنگ‌ها به قدر زیاد است که هیچ ارتشی در دنیا حاضر نیست بدون تانک و ادوات زرهی پا به میدان نبرد بگذارد. شاید به همین خاطر است که تانک ها بیش از سایر سلاح‌های دیگر نیازمند توجه به احساسی و تعمیر و نگهداری هستند. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که با داشتن چندین تیپ و یگان زرهی یکی از قدرتمندترین ارتش‌های منطقه به حساب می‌آید، از این مهم غافل نبوده و مراکز متعددی را جهت تولید، تعمیر و بهینه‌سازی تانک‌ها پیشبینی و راه‌اندازی کرده است. با توجه به نیروی متعهد و متخصصی که در نیروی زمینی داریم، قادر خواهیم بود که انشاءالله کلیه ادوات شنیدار و چرخدار خودمان را اوورهال کنیم و استمرار ببخشیم تحرکی را که مد نظر حضرت آقا هست. تحرک هجومی شدن نیروی زمینی از الزامات اصلیش یک همچین جاییه که هم این وسایل تحرک رو وارد کنه، هم وسایل تحرک رو نگه داره، هم وسایل تحرک رو ارتقا بده، هم از بین رفتن و استهلاک این وسایل تحرک جلوگیری کنه. اون کاری که شما دارید اینجا انجام بدید. در این برنامه به یکی از مراکز تولیدی و بازسازی تانک و ادوات زرهی نیروی زمینی خواهیم رفت تا علاوه بر آشنایی با مراحل تجهیز و بازسازی تانک ها، شاهد ایستادگی، خودباوری و خوداتکای جوانان غیور کشورمان در نیروی زمینی همیشه قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران باشیم. در این مرکز تمامی تانک ها، نفربرها، توپهای خودکششی و سایر ادوات زرهی که در اثر سالها استفاده و شرکت در جنگ تحمیلی، رزمایش ها و تمرین ها دچار نقص فنی شده اند، بازسازی، تعمیر و تجهیز می شوند. بخشی از مراحل بازسازی را فرمانده مرکز برایمان توضیح خواهد داد. در این راستا ابتدا اون تجهیزات مورد نظر، حالا اون محصول، حالا میمونیم تانک یا هر وسیله دیگه، بایستی کاملا دمونتاژ بشه. بعد از دمونتاژ و شستشوی اولیه مرحله سنبلاست رو روی اون انجام میدن. بعد از سنبلاست بحث آستر و رنگامیزی رو داریم. در همین راستا قطعاتی که از مجموعه دمونتاژ شدن و فرایند شستشو و چربیگیری روش اتفاق افتاده در ایستگاه‌های مربوط به خودشون قرار می‌گیرن. تو اون ایستگاه‌ها اگر قطعی نیاز به ساخت داشته باشه، به تعویض داشته باشه، اگر قطعی نیاز به تغییر داشته باشه، تو اون ایستگاه این اتفاق براش میفته. قطعی مورد نیاز توسط مجموعه تولید و قطعه‌سازی ما به مرکز ساخت ارجاع میشه. بعد از ساخت قطعه در مجموعه خط ایستگاه مورد نظر قرار می‌گیره و بعد از مونتاژ و رنگامیزی ادامه خط انجام میشه. من از این مجموعه خواستم کاری که انجام میدن ریشه علمی داشته باشه، علمی دانشگاهی امروز. سعی کردیم از بحث علمی و صنعتی در مجموعه نهایت استفاده رو بکنیم. تجهیزاتی که در مجموعه وجود داشتن که بایستی اوورهال و نوسازی می شدن و برخی دستگاه‌های جدید، ما الان از دستگاه‌های CNC موجود در کشور که کاملا بومی هست استفاده کردیم تا بتونیم قطعات مورد نیاز تجهیزات و ادواتمون که در حال حاضر در خطوط بازسازی و اوورهال مشغول به کار هستن رو آماده بکنیم و در اختیارشون گذاشته بشه و به نحوی این ساختار طراحی شده که علاوه بر نیازهای نیروی زمینی آمادگی این رو داشته باشه که نیازهای حوزه زمینی قطعات مورد نیاز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو تامین بکنه. قطعات ساخته شده دوباره روی بدنه تانک مونتاژ می شوند و به این ترتیب یک سلاح بسیار مؤثر دوباره به چرخه امنیت آفرینی کشور باز می گردد و میلیون ها دلار به اقتصاد ایران اسلامی کمک می شود. این مهمترین رویدادی است که در این مرکز اتفاق می‌افتد. در اینجا معنای واقعی فرمان رهبر انقلاب مبنی بر ساخت، تعمیر و نگهداری تعبیر می‌شود. وقتی تولیدی انجام میشه، قطعه تولید میشه، به خصوص وقتی قطعه به کار و برده میشه، متوجه میشیم که کجا استفاده شده، واقعا لذت می‌بریم. هیچ قطعه‌ای نیست که ما نتونیم اون قطعه رو در این مرکز طراحی، ساخت و تولید کنیم. این پیام رو به رهبر عزیزمون و مردم عزیز کشورمون میدیم که ادامه دهنده راه شهدا در سنگر سازندگی کشور هستیم. تمام قطعات مورد نیاز یگان‌ها از 0 تا 100 از این از مرحله آنالیز تا مرحله ساخت رو انجام میدیم و هیچ وابستگی به کشورهای متخاصم با این کشور عزیز رو نداریم. با تمام توان آماده هستیم و میتونیم اجرا کنیم، میتونیم توانمندی خودمون رو اثبات کنیم.